این وطن اگر خود ما جور نکنیم برادرای محترم، هیچ کس برای ما جور نمیکنه. اگر ما منتظر خارجی ها باشیم، 10 سال شوروی جتیر کرد، 10 سال شوروی دیر کرد. و شما روسا رو دیدین دمی باغا و دمی تاکا و دمی جای که پشتا قوتایش می آمد و مردم ما را از بین می برد. مگر شوروی برای ما یک سرک هم جور نکرد. امریکا 20 سال تیر کرد و امروز هم امریکا میگه که ما تقریبا 3 تریلیون یعنی 3000 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کردیم. کدام جای آباد کرده برای ما و شما؟ بله مصرف کردن، من گفتم تخریب ما مصرف کردن، ما رو سرش کشتن، مرمی آوردن، تانک آوردن، ما رو بمبار کرد، ما رو کسی دیگه جور نمیکنه. ما باید خود ما جور بکنیم، خود ما جور بکنیم. پیشتر برادرها برای قشتیپه اشاره کرد، من به ارتباط قشتیپه میگم. قشتیپه یک کانال است که در آسیا، به سطح آسیا یک کانال مجازی، بزرگترین کانال مجازی در سطح آسیا است. این را برای ما امریکا جور نکرد، این را برای ما روسا جور نکرد، این را امارت اسلامی با امی امکانات کم خود امروز جور کرد. کار سر شوان است، انشاءالله ظرف 1 سال 2 سال تکمیل خواهد شد. و همینطور ما میتونیم اگر ما کار بکنیم، کشور را در ظرف 5 سال نه، در ظرف 10 سال با پای خود استاد میکنیمش. لله الحمد ما هر چیز داریم. سرزمین افغانستان از تمام قسم ذخایر و منابع طبیعی پر و سرشار است، منتها که ما استخراجش بکنیم، استعمالش بکنیم. و امروز لله الحمد فساد اداری نیست، دزدی نیست. اگر لاجورد و زمرد پنشیر امروز لیلام میشه، پیسیش مستقیما به بیت المال میره و از اون پیسه بیت المال به مهاجرین ما در تورخم و بولدک استفاده میشه. آسیب رسیده از زلزله هرات و همچنان به قشتیپه و جای دیگر میره، یک روپیش هم به جای مصرف نمیشه. دیروز خوچور بود، چپاول بود، از این پنشیر شما میدیدین بارا این چیزا میرفت، مگم محدود مردم از او استفاده میکرد. یا همی پولی که در دوران امریکایی ها اینجا سرازیر شد، شما دیدین مردم محدود از او رفتن. اینجا اگر دوسی از اون کسایی که امروز نیست در افغانستان گریختن، باور بکنید که مردها را خود چی میگیره اگر از خانم ها را بی خانم هایی که در بیرون هستن، اگر دوسی از اونا را بکشین، یک شام از 20 و 40 و 50 میلیون دلار دوسی اختلاس کم ندارن که گریختندن و بردن. وگر امروز به نام حقوق زن و حقوق مرد و فلانی صدار سلامی، حقوق زن حقوق مرد این را خود ما خوب میفهمیم. زنای ماست، خواهرای ماست، دخترای ماست، ما میفهمیم که حقوق از چه قسم بتیم. اما حقوقی که دیروز آمریکا با دموکراسی خود برشان میاد داده بگرام میاوردش، آیا امو حقوق بود؟ یا امو حقوق که شوروی هم اینا رو میخیستن بنام هورا و دیگر سر سام صدا میکرد، امو حقوق بود؟ ما حقوق زنا را میخواییم در چوکات اسلام مطابق شریعت و عنانات و رسم رواج افغانی خود میخواییمش. ما مخالف از این نیستیم، برش جهب باید داده شد. کسای بیرون دکتشن را برای ما نده که اینجا حقوق بشر نیست یا حقوق چطور و چنان نیست. در کدام جه هست؟ در کدام جه حقوق بشر؟ امروز در فلسطین شما میبینید وجه حقوق بشر تأمین است؟ هر روز هزارها نفر کشته میشه و هیچ کس برش نمیگه که چرا. اگر همی بمبارد در افغانستان میبود، جای دیگری میبود و یا نظام ما میکرد، آل وقت کل دنیا با سر افغانستان جمع شد حمله بکرد که جو حقوق بشر طرف میشه و باید دیتون شد. خویی بالای هر فرد ما لازم است که پشتر از این نظام استاد شد. اگر ما نظام ایسا پشترش استاد نشیم و تخریبش کنیم، باز خو امی هدفی که ما داریم که دیگه در افغانستان جنگ نشه، دیگه قوتهای خارجی در افغانستان نبیه، افغانستان به پای خود استاد شد، باز به هدف خود رسیده نمیتونه. و باز خدا ناخسته میتونه که حالت سر ما خواد آمد مثل که در دهه 90 بود که خانه به خانه جنگ بود، قوم به قوم جنگ بود، مذهب به مذهب جنگ بود. بیاین که به خاطر تعالی امی کشور خود، به خاطر امی نسل آینده خود که بی اولادای ما در صلح زندگی کنه،
با عزت زندگی کنن. به خاطر ازی باید دست به دست هم بتیم، بدون تبعیض باید کار بکنیم. مشاکل هست در حکومت هم، من نمیگم که در حکومت مشاکل نیست، بسیار مشاکل است. تجربه حکومتداری ما بسیار کم است، این را ما واضح میگم. شاید بعض از برادرها با ما به این موافق هم نباشه، تجربه حکومت حکومتداری ما کم است. اکثر جای ما صحوه را مرتکب میشه، اکثر جای ما صحوه میکنه. خوی معنی از این نداره که یک برادر دیگه ما ایشه و وطن ایلا به تو بگریزه که ولی اینجا کار نمیشه. این خانه ماست، خانه را اگه ما برای کس دیگه ایلا بدیم که خرابش کنه، خوب باید با 40 سال پیش باید برای شوروی ها ایلاش میدانیم. بیاییم که با دوزی خوشیار شیم و کشور خود به پای خود استاد بکنیم و از هر موقع استفاده خوب و کلان و بزرگ را بکنیم که چه دیگه ایگه با مسئولین هم جب ما به این خاطر متوجه است که چون ما هم از اون جمله هستیم که هر مسئولی که هر کلانی که در بین مردم خود نباشه، اونا از مردم خود خبر شده را میتونه. بعد این وظیفه مسئولین است که هر وقت در بین مردم باشه، با مردم بشینه، در اطراف، در قریجات، در رسوالی، در ولایات برن مشاکلشان را ببینن، از نزدیک بشنن تا که بفهمن که این حل شد. و اگر فاصله بین مردم و حکومت بود، هی حکومت هیچ وقت کامیاب نمیشه. و دیگه ای که کوشش بکنه باید عمرای حکومت هم که دل مردم رو به دست بیاره، ببینن که مردم چی مشاکل داره حلش کنن، تا حدی که حل میشه براش حل کنن. و همین پشتوانی از این ملت اگر بود، این حکومت ها هزارها سال دوام میکنه. همین پشتوانی همین ملت بود که شوروی از اینجا برآمد، پشتوانی همین ملت بود که آمریکا از اینجا برآمد. اگر این ملت و حکومت فاصله میگیره، حکومت باز دوام کردن نمیتونه. دیگه ما در اخیر باز از وزارت اطلاعات و کلتور و همچنان مقام ولایت کاپیسا تشکر میکنم که اینا همینطور یک محفل را جور کردن که امروز یک چانس و موقع ملاقات با برادرای ما، با مردم کاپیسا از نزدیک مساعد شد و با هم میبینیم مشکلات خود یکی به دیگر میدیم. آی صاحب سلام علیکم. سلام علیکم استاد، شما خوب از خیر دقیق خوب هستید. سلام را به سراسر جهان برسانید، به سراسر افغانای ما که در هر جای هستن، خدا و زنده و سرمان افغان داشته باشیشان. بیادر من کارگر هستم، نه چوپالوس هستم، نه بیادر به خاطر که من چی خازی که دولت خوب، ازی که دولت کارگری، ازی که دولت خوب در جهان دیگه پیدا نمیشه. و هر دولت که دو خیانت باشه فقط یک طالب ببره، دیگه کسام نیست. دیگه به اون خاطر اینه میگید ما از یک خواهش خوب ماست که از کل تجارای ما، خارجی های ما الحمدلله شو بیاین در وطن خود کار کنیم. همین وطن خود ما جور نکنیم، یک از جور نمیتونم. بیاین ما را اگانت چیدی که خراب ساخت، افغانای خائن ما خراب ساخت. لعنت به خائنا در جای که اصلا لعنت به اینا. نه بر ما جای مانده، نه زندگی مانده، نه همه قپول که آمد کاش به طالبان ما قپول می آمد. حال ما به سر جهان میگیم که او جهان بلیاز خدا خیانت نیست افغانستان. شما نخت تومت نکنین، بیاین پولتان را حال روان کنین. امون دبایی که در وادی داود خان خدا به امروز بود پاکستان نمان. امون پول امون دبایی جور میشه امشالا. پاکستان ما را یک وقت بازی داد، پولی که افغانستان جور میشه امی شهر ما چهار منزله بود. کل دو تلویزیون هوایی سرکوی تلویزیون سرکوی تو بود. امیر پاکستان لعنتی رفت پیش روس هم شیطانی کرد، حالا امریکا آمد پیش امریکا رفت شیطانی کرد، پیسه ما را پاکستانی ها گرفت. افغان ها هوشیار شیم، در هر جای کسیم بلی از خدا هوشیار شیم. جنگ بس هست، جنگ پایده نداره، غیر حزب خدا دیگه حزب نیست. ولی تو کنم خودت هست یک حزب میکشی در اون حزب هزارها جوان تو بردی، رهبر ها باید یکی زنده نمونه. همیایی که در خارج هست؟ همیایی که در خارج داخل هست، با مشتوق رهبر هست. رهبر پود میکنه خوده، با هر چی پر کنه بازم رهبر خائن است. به خاطر از این چرا دواده طالب ملی بس ما گم نشد؟ چرا دواده ملی طالب که آمده یک طالب کل ملی بس رو گم نشد؟ چرا همه از بر رهبر ها پرسال میکنه؟ مول کرزه صاحب و اشرف غنی و عبدالله این ملی بس ما چه شد؟ چرا فروختیش؟ یه خواهد بیت المال هست. یا از دیگه ما چرا همین مالای ما را فروختین؟ برای از خدا پیسای ما را خوب بردین بلد پس. من کارگر هستم، بیاین او مردم سراسر با مو خدا زی که دولت خوب پیدا نمیشه، بیاین که خود ما اش عظیم صفر دبی بسازیم به یاری خداوند. اینمی اشخاص افرادی که شما گفتین مثلا رهبرا یا سیاسونی که سابق در افغانستان حاکم بودن که میلیون ها دلار از اینجا بردن، حالا هم دایید اساس هستن که بر علی یعنی مظلوم مردم بسیج شوند، دیگه هم وطنان ما را بسیج بکنن و اینجا جنگ در بتن. پیام شما به اینا چی هست؟ پیام ما به سراسر جهان است.
او جهان به این مردم بازی نخورین، والله شما رو دوز میسازم، والله شما رو مال مردم خور میسازم، والله شما رو خانهایتان چور میکنم. گلم جم، سیم جم، دست تک جم در افغانستان بود، بر افغانستان هیچی نمانده. بیاین بیشین، بیاین بیشین، امی طالب به مو خدا به درد ما شما میخوره. نه به خاطر چوپالوسی، نه به خاطر کدام که، فقط من کارگر هستم، نان خدا خودم پیدا میکنم. خب بیاین به لحاظ خدا کل ما دست، شکر خداوند تیل ما را کشید. خیلی چی میخوای مردم غریب؟ او مردم غریب هوشیار شین، تا کی این چرسی و پردری رهبرها شما رو بازی بتم. بیاین که خود ما سرک خود جور کنیم. یعنی شما باور کن تپه نادرخان رفتن پارک جور که بودن در جای میریم خدا این نفشت طالب بیامرزم. او رهبرها شما زیاد یاد بگیرین. اگر خانه طالب می بود با خدا شما چور میکردین، ولی شما والله که دروازه امی طلایی خودم واز کرده باشم. دروازه امی اقل توشکتان نبردم. با شما بسیار شرم است. باید مکمل شما قدر کنین، طالب عزت کنین. اما پیسایی که بردین اما بلده پس، ولی دروغ نگوین. با جهان دروغ، با جهان بگین که ما خائن بودیم، گریختیم. با جهان بگین ما پیسه خود می بودیم همیجا. ما پیسه را به زن چوچه خود بردیم، به اولاد خود بردیم، بردیم یا پاکستانی برد یا دبایی. بیاین اون پیسه ما شما بلیاز خدا نیدست سجور کنین. با سر و سر جهان میگم که امریکا و هم شوروی بدر بازی نخوری، والا دوست ماستی. چین بازی نخوری، دوست ماستی. امریکا هم دوست ماست. هر کس به این کشور، خصوصا ژاپن خو بیخی، چین خو بیخی بیخی. ما را 100 دانه چای عمیق بتین، 500 دانه سولار بتین، 1,00,000 تراکتور بتین. او چین هم تو خو اندیوال ماستی، تو خو اندیوبیادن ماستی، تو خو دوست ما. او روز دیگه از این افغانستان 1,00,000 تراکتور، 1,00,000 واتر پمپ، 5,00,000 سولار. ما دشتای خدا آباد میگیم 5,00,000 نفر ما را میشه در 2 سال. ما شما را بس قلم میتیم مثل کانال قشتی پاوریک. آه خدا من خیلی یعنی خدا شاید ما شب روز دو به شب خواب دعا میکنیم که خدایا شکر با غنی برادر ما شکر، با طالبا شکر. بیاین که امت اگر وطن پرستان پیدا میشه دی خاک خیر. اگر 80 تا خائن بود 20 تا وطن پرستان پیدا. او جوان های سراسر افغانستان در دنیا هر جای که هستین صادق باشین، بلیاز خدا خیانت نکنین. پشت این پدران نگردین. این پدران چی کردیم؟ ما ملی بست فروختیم. ای لعنت به تو که ملی بست ما را فروختیم، ای لعنت به تو که تانگای ما را فروختی، ای لعنت به تو هر کسی که باشی. لعنای برق ما را فروختی او برادر. چرا؟ برای خدا و افغان. اگر رهبر میگه که نه ما وقت نبودم، خیال یک طالب چوچه است، حال چرا ملی بس ما گونه میشه؟ همی یک سوال شما تردانی خدا پیش وجدانتان فکر کنین. اگر شما میبینید با خدا خانی طالب چور میکردین، ولی طالبا خانی شما را امانت نگاه کردم. ولی بمی بشرمین، بمی بیاین پس دمی خاک وطنتان، بیاین بازم پدرهای ماستین. برو بلد پس همه خبه سر که بردی تو زنده باشی. مگر خیانت نکن، اگر خیانت کنی در فامیل سرطان گرد شود. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.